چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است قلب تشنه است کلامت برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلامت شفا بخشد در و و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است <متنی> کلامت ای ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه به همراه شما عزیزان تمام کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی می کنیم مطالعه ای از کتاب پیدایش تا مکاشفه در حال مطالعه کتاب خروج هستیم و به فصل چهارم رسیدیم اگر موفق به تماشای قسمت های گذشته برنامه نشدید میتونید با مراجعه به وبسایت ما و همچنین از طریق کانال یوتیوب برنامه با عنوان تمام کتاب اون قسمت ها رو به صورت رایگان دانلود و یا مشاهده بفرمایید و از مزایای مطالعه کتاب مقدس بهره مند بشید در ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما بر سلام عرض کردم همچنین درود و خوش آمد میگم به شما مهمانان گرامی برادر یوسف رسیدیم به فصل چهارم از کتاب خروج لطفا ابتدا یک توضیح کلی درباره این فصل بفرمایید خب در اینجا موضوع دعوت خداوند از است. موسا همچنان بهانه تراشی میکرد تا دعوت خدا رو نپذیره ولی در نهایت اطاعت کرد و باید از پدرزنش برای سفر کردن به سرزمین مصر اجازه میگرفت پس رفت و این کارو کرد تا برادرانش رو ملاقات کنه و در اقامتگاهی در راه خداوند با موسا ملاقات کرد و خواست که اونو بکشه بنابراین پسر دومش رو ختنه کردن پسری که هنوز ختنه نشده بود سپس به سفرش ادامه داد و به نزدیکی سرزمین مصر رسید این خلاصه ای این, بله فصل بود. کالی این فصل موضوعات کلی این فصل بود. خود. اجازه بدین آیات یک تا نه رو با هم بخونیم و بعد سالی رو مطرح میکنم. بفرمایید. موسا به خداوند عرض کرد اگر بنی اسرائیل سخنان مرا باور نکنند و به من گوش ندهند و بگویند که تو بر من ظاهر نشدی چه کار باید بکنم؟ خداوند از او پرسید آن چیز که در دست داری موسا عرض کرد اصا خداوند فرمود آن را بر زمین بیانداز وقتی موسا آن را بر زمین انداخت اصا به مار تبدیل شد و موسا از آن فرار کرد. خداوند به موسی فرمود دستت را دراز کن و دمش را بگیر موسا دستش را دراز کرد و آن را گرفت و مار دوباره به اسا تبدیل شد خداوند فرمود این کار برای بنی اسرائیل نشانه ای است تا آنها باور کنند که خداوند خدای اجداد آنها خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب بر تو ظاهر شده است خداوند بار دیگر به موسی فرمود دست خود را به داخل ردایت ببر موسی اطاعت کرد و وقتی آن را بیرون آورد دستش به مرضی مبتلا شده پر از لکه های سفید مانند برف گردیده بود درایه هفتم اینطور میفرماید خداوند فرمود دوباره دستت را به داخل ردایت ببر او چنین کرد و وقتی این بار آن را بیرون آورد مانند سایر اعضای بدنش سالم شده بود خداوند به موسی فرمود اگر آنها سخنان تو را قبول نکردند و نشانه اول را هم باور نکردند نشانه دوم را باور خواهند کرد اگر این دو نشانه را قبول نکردند و به سخنان تو گوش ندادند آنگاه مقداری از آب رودخانه نیل بردار و بر روی خشکی بریز آن آب به خون تبدیل خواهد شد موسا در پذیرش دعوت خداوند یک سری عذر و بهانه آورد لطفا درباره این هفت بهانه برای ما توضیح بفرمایید هر بار که خدا موسا را دعوت کرد چه پاسخی داد در این آیات ما بهانه سوم دیدیم بهانه اول در فصل آیه 11 که گفت من کیستم دومی در آیه 13 ای که گفت تو کیستی؟ یعنی من کیم که به حضور فرعون برم و اگه بنی اسرائیل اسم تو بپرسن بگم تو کیستی؟ سومین بهانه در آیاتی بود که خوندین آنها سخنان مرا باور نمی کنند و خواهند گفت که تو یا و می کنی. چی کار باید بکنم؟ این هم یه بهونه دیگه است. خداوند سه نشونه به موسا داد تا از طریق این نشونه ها به بنی اسرائیل ثابت کنه که از طرف خدا اومده. وقتی به آیه ده از این فصل میرسی. موسا میگه من توانایشو ندارم و سخنور خوبی نیستم پس یکی دیگر رو برای این کار بفرست. در آیه یه هم میتونیم بهانه پنجم موسا رو برای خدا ببینیم یه نفر دیگر رو بفرست شخصی رو پیدا کن که از من بهتر باشه. تا اینجا پنج بهانه رو با هم بررسی کردیم ششمی رو میشه در فصل پنج آیه یه دید. پس موسا بار دیگر به سوی خداوند روی آورد و عرض کرد خداوند داد چرا به قوم خود بدی میکنی و چرا مرا به اینجا فرستادی؟ و هفتمین و, و آخرین بهانه رو میتونیم در فصل شش آیه دوازده مشاهده کنیم اما موسا به خداوند درس کرد بنی اسرائیل به سخنان من گوش نمیدهند پس چطور فرعون به سخنان من گوش خواهد داد در صورتی که من در سخن گفتن هم ناتوانم موسا هفت بهانه تراشید تا از مأموریتش کنار بکشه درسته خداوند برای اینکه به موسا شواهدی بده که با او ملاقات کرده و از جانب او فرستاده شده به او گفت این سه نشانه را ارائه بده پیش از اینکه به ادامه این فصل بپردازیم کمی روی این آیات گفتگو کنیم اگر یک خط افقی در تمام کتاب از پیدایش تا مکاشفه بکشیم در کدوم نقاط خداوند اجازه وقوع معجزات و نشانه ها رو داده و هدف و مقصودش چی بوده واضحه که اینجا برای اولین بار به آیات و معجزات اشاره شده این یعنی قدمت ایمان از نشانه ها بیشتره امروز میبینیم مردم نشانه ها رو به ایمان ربط میدن ولی هیچ ارتباطی بین این دو نیست ولی وقتی خدا نشونه هایی میفرسته مقصود و حکمتی داره. خداوند اولین نشانه رو در زمان موسا داد. یعنی مثلا ابراهیم قهرمان ایمان و پدر ایمانداران بود. ولی دربارش نمیخونیم که آیات و معجزات انجام داده باشه. اسحاق و یعقوب و یوسف هم همینطور. اولین مجزاتی ها که خدا به انجام رسوند توسط موسا بود. سپس یوشا جانشین موسا کسی که قوم رو به سرزمین کنعان هدایت کرد. او هم معجزاتی انجام داد. بعد از اون نشانه ها تقریبا متوقف شدن یعنی بعد, بعد, بله بعد از موسا و یوشا بعد از موسا و از پیدایش تا موسا و یوشا هم هیچ معجزه و نشانه, نشانه ای نیست سپس بعد از یوشه آیات و معجزات متوقف میشن تا اینکه به ایلیا و الیشا میرسیم و بعد آیات و نشانه ها متوقف میشن تا به خداوند عیسی مسیح و همینطور رسولان میرسیم یعنی عیسی مسیح در اناجیل و همینطور رسولان در کتاب اعمال بعد از اون دوباره درباره نشانه ها چیزی نمی خونیم به جز اونهایی که در روزهای آخر اتفاق میافتند که متاسفانه میدونیم نشانه های شیطانه در دوم تسالونیکیان فصل دو میفرماید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع و آیات و عجایب دروغ به هر قسم فریب و ناراستی برای حالکین و اون این نشونه ها را انجام میده که تا جایی که ممکنه برگزیدگان خدا را فریب بده و گمراه کنه پس ما باید خیلی محتاط باشیم و نباید هر نشانه و معجزه‌ای رو به خدا نسبت بدیم. پس مراقب باشید. شیطان نشانه های انجام میده مثل چیزی که در داستان موسی خواهیم دید و مثل چیزایی که در عهد جدید هم میبینیم. شیطان قدرت لازم برای انجام عجایب و معجزات رو داره. البته هرگز منظور ما این نیست که خدا در تمام این دوران دست از کار کشیده باشه. کار خدا متوقف نمیشه. خدا همواره کارهای معجزه آسا کنه، ولی نه از طریق افرادی به خصوص. چون اون افراد خاصی که معجزه رو به انجام رسوندن مثل موسا و یوشع در دوران خودشون بودن درسته بعد از اون ایلیا و الیشا و سپس مسیح و رسولان بودن بله اما در این بین در خط افقی کتاب مقدس خدا همچنان کار میکنه ولی نه از طریق اشخاص خوش از اینکه خدا ضعیف شده باشه یا در زمانهای قدرتش کاهش پیدا کرده باشه همینطوره در نشانه اول خداوند به موسی گفت چه کار کنه تا مردم باور کنن از طرف خدا اومده اولین نشانه که در فصل چهار میخونیم اینه که از سارا بر زمین بیانداز و اصا در همون لحظه تبدیل به مار میشه و مطمئنا موسا ازش فرار میکنه سپس خدا فرمود دومش را بگیر این کار برخلاف منطقه چون وقتی کسی بخواد مار رو بگیره از دومش نمیگیره بلکه اونو از سرش میگیره اما موسی از فرمان خدا اطاعت کرده و مار را از دومش گرفت و اون دوباره تبدیل به عصا شد انسان اقتدارشو در با قدن از دست داد. معنی اقتدار. نمادی از اقتداره. وقتی آدم اصا را از دستش رها کرد به ازن و اراده خداوند قدرت و اقتداری که داشت و از دست داد و این اقتدار از آن شیطان شد. اما عیسی مسیح پیش و, و کامل کننده ی ایمان اومد و ما رو گرفت. و میبینیم اقتدار دوباره به خدا یا در داستان ما به موسا برمیگرده پس اصاب اقتدار اشاره میکنه بله اقتداری که آدم از دست داد دقیقا حد دا اکثر توانایی موسا این بود که دم ما رو با دستش بگیره اما درباره سر مار چطور سر مار به چه مار هم کسی تعلق داره؟ و کار هنوز تموم نشده زیرا نسل زن سر مار را خواهد کوبید توانایی موسا این بود که دومش رو بگیره اما با ایمان من و شما سر مار... بر شیطان پیروزیم تنها با ایمان دقیقا و کوبیدن سر مار تخصص یک شخص نفره شخص مسیح که این کارو دقیقاً کرد نسل زن یعنی مسیح بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم کلام خدا در آیات 6 و 7 میفرماید و باز خداوند گفت دست در گریبانت ببر موسی دستش را در گریبان ردایش برد و چون آن را به در آورد همانا جزامین بود به سفیدی برف گفت حال دوباره دست در گریبان ببر موسی چنین کرد و چون دست به در آورد اینک همچون بقیه بدنش سالم شده بود منظور از این نشانه چیه بفرمایید در 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 معجزه یا نشونه یا اول اول میتونیم ببینیم که مشکل از بیرون رخ داده اما اینجا از درون رخ داده دست خود را به داخل ردایت ببر. بذارش کنار قلبت. وقتی آوردش بیرون همانند جزام مثل برف شده بود. دیدیم که بار اول از مار فرار کرد. اما این بار کجا میخواد بره یا فرار کنه؟ مشکل از, از خودشه. دقیقاً. بنابراین فرار نکرد منتظر مون تا خداوند راه نمایش کنه و بگه چی کار کنه خدا دوباره گفت دستت را داخل ردایت ببر اما این جزامه و شاید بیشتر آسیب ببینم طبعا باید یه همچین فکری کرده باشه اما به این فکر توجهی نکرد و فقط از خدا اطاعت کرد این یعنی ایمان وقتی که او این کارو کرد دستش مثل بقیه یه بدنش شد این نشون میده که هم در درون و هم بیرون ما مشکلی وجود داره باید بگم مشکل بیرونی ما همون شیطانه که اینجا با مار بیان شده و مشکلی که در درون ماست با ناپاکی بیان شده چرا که از درون قلب انسان خارج میشه در انجیل مرقس فصل 7 به فهرست بزرگی اشاره شده سیزده چیز مهلک که از قلب خارج میشه میبینیم که ارمیا اینطور گفته دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند من یهوه هستم برادر یوسف چه درمانی برای خطرات داخلی و خارجی وجود داره یعنی علاج حاکمیت شیطان در انسان و درمان ناپاکی قلب انسان چه چیزیه؟ اگر بخوایم به صورت عملی و واقع بینانه در نظر بگیری، درمان هر دو حالت ایمانه از سارا نگه دار ما از دومش بگیر و دستت رو در ردای خود فرو ببر اگه با دید الهیاتی گسترده تری بهش نگاه کنیم باید بگیم مسیح بر روی صلیب از ابلیس یا مار نجاتمون داد یعنی از طریق مرگش صاحب قدرت مرگ که همون ابلیس رو نابود کرد سپس وقتی که روح القدس میاد و در ما ساکن میشه ما را از طبیعت کهنه نجات میده تا ارتزام به شریعت در ما انجام بشه و نه بر طبق خواهش جسم بلکه بر طبق امیال و روح کام برداریم درسته بعد از اون میبینیم که خداوند بار دیگه موسا رو برای رفتن دعوت میکنه در آیه ده میفرماید موسا عرض کرد ای خداوند من سخنور خوبی نبوده نه از ابتدا و نه از وقتی که تو با من صحبت کرده ای من در حرف زدن کند هستم و نمیتوانم خوب حرف بزنم خداوند فرمود چه کسی به انسان زبان داد یا چه کسی او را کر و لال آفرید چه کسی او را بینا و یا کور کرده است آیا نه من که خداوندم؟ حالا برو من به زبان تو قدرت خواهم داد و به تو یاد می دهم که چه بگویی توضیح بفرمایید درباره تشویق خداوند و اطمینانی که به او داد در تجدید دعوت از موسا اینجا می فرماید که من با زبانت خواهم بود به اون فرمود که من با تو و همچنین با زبانت خواهم بود و نه ترس چون کسی که برای انسان زبان آفرید من بودم اون کسی که گوش آفرید نمیشنوه یا آفریننده چشم نمیبینه تا وقتی که من با تو هستم به من اطمینان داشته باش و با توکل به من گام بردار اما همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم موسا با احساس ناتوانی که داشت بهانه تراشی و به حد نهایتش رسوند درسته اما میبینیم باز هم موسی بهانه آورد میفرماید آنگاه خداوند بر موسی خشمگین شد و بعد بهش یک گزینه داد فرمود هارون با تو خواهد بود در آیه 16 هم اینطور میفرماید او سخنگوی تو خواهد بود و به جای تو با قوم صحبت خواهد کرد آنگاه تو برای او مانند خدا خواهی بود و به او خواهی گفت چه بگوید این عصا را با خود ببر تا با آن نشانه خود را ظاهر سازی تو برای او مانند خدا خواهی بود این به چه معنیه یقینا خدا اینجا منظور و مقصودش اینه که تو من با او منشأ تعالیم برای اون خواهی بود تو برای او خدایی به این معنی که تو تعالیم و دستوراتی و بهش میدی که اون باید به فرعون اعلام کنه در واقع خدا به موسی گفت هارون نبی تو خواهد بود نبی تو به این معنیه که اون کلامی رو که من به تو میدم به جای تو به فرعون میرسونه به این معنی که تو با هارون صحبت میکنی سپس هارون با فرعون صحبت میکنه عجیب اینه که وقتی خدا بهش گفت من با تو خواهم بود تردید کرد و وقتی گفت هارون با تو خواهد بود دلگرم شد انسان عجیبه بعدش میبینیم که هارون مسبب مشکلاتی برای موسا و همچنین قوم خدا شد همون جوری که در کتاب خروج فصل سی و دو خواهیم دید بسیار خوب از آیه هجده میفرماید آنگاه موسی به نزد پدرزنش یترون رفت و به او گفت اجازه بده به نزد اقوام خود در مصر بروم و ببینم آیا هنوز زنده اند یترون موافقت کرد و به موسا گفت به سلامت برو موسا هنوز در سرزمین مدیان بود که خداوند به او فرمود به مصر بازگرد زیرا تمام کسانی که میخواستند تو را بکشند مرده اند. پس موسا زن و پسران خود را بر الاغی سوار کرد و اسایی را که خدا به او فرموده بود به دست گرفت و به طرف مصر برگشت خداوند دوباره به موسی فرمود حالا که تو به مصر برمیگردی متوجه باش که تمام کارهای عجیبی را که قدرت انجام آن را به تو داده ام در مقابل فرعون انجام دهی اما من دل فرعون را سخت می کنم تا قوم را آزاد نکند آنگاه تو باید به فرعون بگویی که خداوند چنین میگوید اسرائیل پسر من و نخستزاده من است من به تو میگویم پسر مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کند اما تو آنها را آزاد نمی کنی. بعد یوسف موسا از یترون اجازه گرفت که به دیدن اقوام خودش در مصر بره بعد خداوند بهش ظاهر شد و نشونه هایی داد که باید در مصر انجام بده اما قلب فرعون رو سخت کرد منظور از این که میگه خدا قلب فرعون رو سخت کرد چه چیزیه به این معنیه که او فرعون رو قلب القله کنه چون فرعون خودش قلبش رو سخت میکنه ما هنوز در ابتدای داستان هستیم اگه به خوندن ادامه بدیم و جزئیات داستان رو بخونیم خواهیم دید که فرعون یا آدم دروغگو و فریب کاره و به حرفایی که میزنه عمل نمیکنه. از موسی و هارون میخواد براش دعا کنن. اونها دعا کردن و بلا رفت شد. بعدش حرفش عوض میکنه. انگار این حرف اصلا حرف پادشاه نبوده. خداوند به موسی درباره فرعون اونجوری گفت که بهش تسکین بده تا ناامید نشه و متوجه بشه که فرعون به هیچ وجه شخصیتی نیست که راحت مجاب شه. او نه تنها از ابتدا به کلام موسی سرفرود نمیاره بلکه قلبش رو هم سخت خواهد کرد و در پایان این من هستم که قلبش رو به عنوان تنبیه و مجازات سخت میکنم و این نتیجه داوریه اما اینجا خداوند از قبل داره به موسی چیزی که قرار اتفاق بیفته رو میگه تا وقتی اتفاق افتاد دل سرد نشه پس نباید فکر کنیم هیچ مهربونی در قلب فرعون وجود داشته یعنی بگیم فرعون خوب و مهربون بوده ولی خداوند قلبش رو سخت به کرده. به چونوان خداوند خداون بر ستمی که در قلب فرعون بود و آشکار کرد تا خودش رو به اون نشون بده و مستحق قضاوت بشه. پس خداوند قبل از اینکه این داستان اتفاق بیفته داشت ازش صحبت میکرد چون او از آینده آگاهه. اما وقتی خود داستان رو میخونیم میبینیم که این مرد دروغگو و مشکل ساز بود. پس خداوند بهش گفت: لیکن به خاطر این را تا به حال زنده نگاه داشتم که قدرت خود را نشان دهم و نام من در سرتاسر سر جهان مشهور گردد. می دونیم که در مصر باستان یک نخستاده امید آینده و همچنین وارث تاج و تخت بوده بله و در اون زمان می گفتن که فرعون نخستاده و پسر خداست اما اینجا خداوند میگه اسرائیل نخستاده منه و می بینیم که به فرعون گفت اگه نخستاده منو آزاد نکنی تا منو پرستش کنن پسر نخستاده خود تو از دست خواهی داد دو نخستاده در مقابل هم لطفاً در این باره کمی توضیح بفرمایید در واقع میشه اینطور گفت مجازاتی وجود داره که خدا بر فرعون و تمام مصریان قرار میده و در اینجا میخوایم بررسیش کنیم با وجود اینکه هنوز در ابتدا هستیم تمام سرزمین مصر خراب شد و همچنین میخونیم که در یک روز خونه ای بدون ماتم و عذا وجود نداشت یعنی زمانی که خداوند تمام نخوزاده ها رو کشت و سومین مجازات این بود که فرعون و بهترین عرابران های او در دریا غرق شدند یعنی یه ضربه سگانه بر علیه فرعون و همچنین مصریان خداوند یک نخوزاده با ارزش که همون اسرائیل داره و از فرعون خواست که این نخوزاده با ارزش آزاد کنه تا براش قربانی کنن و پرستشش کنن و براش جشن بگیرن اینها موضوعات ضروری و بنیادی هستند اما متاسفانه فرعون قلبش رو سخت کرد و بابتش بهای به سنگینی پرداخت ممنونم برادر بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم میفرماید در راه مصر جایی که موسی اردو زده بود خداوند با او برخورد نمود و خواست او را بکشد اما سفوره زن موسا سنگ تیزی برداشت و پسرش را خدنه کرد و پوست قلفه او را به پای موسا مالید به خاطر رسم خدنه به موسا گفت تو برای من شوهر خونی هستی میدونیم که موسا توسط خدا برای رهایی قوم فرستاده شده بود پس چرا در اینجا خدا قصد کشتنش داشت و منظور از شوهر خونی چه چیزیه بفرمایید برادر خدا میخواست موسا رو بکشه چون خادم خدا باید از اهل منزلش به خوبی مراقبت کنه و میشه گفت موسی به خاطر ختنه نکردن پسرش مقصر بود و میخوام ملتش رو براتون توضیح بدم اهمیت ختنه اینه که نشونه عهد و پیمانه وقتی خدا در کتاب پیدایش فصل 17 با ابراهیم پدر ایمان پیمان بست نشونه اون خطنه بود در اون روز خداوند این عهدو با قومش به انجام رسوند آیا این درسته که رسول خدا یعنی ابراهیم برای به انجام رسوندن عهد خدا با قومش خودش درباره این نشونه عهد یعنی ختنه کم توجهی و بیدقتی کنه نه نمیشه. بنابراین میبینیم که خدا تصمیم گرفت موسا رو بکشه چون در مورد ختنه پسرش سهلنگاری و بیدقتی کرده بود. داستانی که دربارش خوندیم خیلی کوتاهه پس باید نتیجه گیری کنیم چون این داستان مثل اینه که در یه تماس تلفنی حرفای یه نفر رو میشنوی و با توجه به اون حرفای طرف دیگر رو میفهمی. نتیجه گیری من به این صورته که موسا پسر اولش یعنی نخوزاده خودش رو خط نکرد. اما وقتی همسر موسا یعنی سفوره دید که پسرش به خاطر این کار درد کشید و اذیت شد تصمیم گرفت پسر دوم خطنه نکنه موسا چون خواستار صلح و آرامش بود از این موضوع گذشت و افلت کرد دقیقا بنابراین اونا این موضوع رو نادیده گرفتن ولی خدا نگرفت بنابراین وقتی خدا موسا رو برای رهبری قوم به بیرون از مصر فرستاد درست نبود که خود موسا نشونه عهد و نادیده بگیره یعنی نشونه عهد بین خدا و قومش پس میخواست موسا رو بکشه موسا مسئول بود حتی اگه همسر سفوره به احتمال زیاد مخالفت کرده باشه وقتی در کتاب مقدس میبینیم خدا میخواست موسی رو بکشه یقیناً موسا بهت زده بوده و نمیتونسته حرکت کنه و کاری انجام بده اما سفوره زن موسا سنگ تیزی برداشت و پسرش رو خست نکرد سفوره این کارو کرد چون که موسا در حال موت بود و قادر به انجام هیچ کاری نبود و تقریبا داشت جون میداد زنش این خدنه رو برای پسر کوچکترش انجام داد چون همون یه پسر بود به احتمال زیاد پسر کوچکتر و در ادامه اینطور میفرماید پس خداوند موسا را رها کرد یعنی وضعیت سخت و دشواری که در اون قرار گرفته بود درمان شد و خداوند موسی را رها کرد پس زنش گفت تو برای من شوهر خونی هستی و معنیش این میشه که موسی در اینجا تقریبا مرده بود و همسرش سفوره اون را به وسیله خون برگردوند از طریق نشونه عهد و این ترجمه فارسی ماست ترجمه مجده برای عصر جدید اما در دیگر ترجمه ها میگه توی شوهر خونی هستی این منی که تو داماد شوهر خونی هستی و همچنین خدای تو هم خدای خونیه و من از کار تو و حتی از کار خدای تو هم متقاعد نشدم سفوره برگشت و در اینجا چیز بسیار بزرگی رو از دست داد پیروزی های بی نظیری که موسا به دست آورد و تصور کنین سفوره هیچ کدوم از اونا رو ندید شکافته شدن دریای سرخ و سرود فوقلاده پیروزی رو ندید چون اونجا حاضر نبود پدرش در فصل هجده اونو پیش موسا برد. بنابراین هر کسی که کلام خدا رو نادیده بگیر و بهش اهمیتی نده در نهایت شکست میخوره و یا اینکه از برکات پیروزی محروم میمونه بله همینطوره از آیه 27 میفرماید خداوند به هارون فرمود به بیابان برو و از موسا استقبال کن هارون رفت و موسا را در کوه مقدس ملاقات کرد و او را بوسید موسا تمام چیزهایی را که خداوند به هنگام روانه کردنش به سوی مصر به او فرموده بود و همچنین نشانه هایی که به او داده بود برای هارون تعریف کرد هارون و موسا در کوه مقدس هم ملاقات کردند و درباره نشانه هایی که خدا به موسا داده بود گفتگو کردند این ملاقات چه تعلیمی برای ما داره تجدید دیدار برادرها خوبه اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم ساکن شوند و باید بدونیم که اونا همدیگر را برای چهل سال ندیده بودند موسا از زمانی که چهر سال داشت هارون برادرش ندیده بود و الان هشتاد سالشه. این که چهر سال برادرتون رو نبینین قطعا آسون نیست. اما نهایتا همدیگر رو ملاقات کردن. خدا میتونه مردم دور رو جمع کنه. حتی بعد از این که فکر کردن دیگه نمیتونن همدیگر رو ملاقات کنن اما این تجدید دیدار در کوه خدا صورت گرفت. و چقدر زیباست که گفته شده با هم صحبت کردند. و میبینیم که موسا تمام چیزایی که خداوند بهش گفته بود رو به هارون توضیح داد. اونا درباره کلام خدا گفتگو کردن. این اتفاق زیباییه که وقتی برادرها همدیگر رو می‌بینن مکالمه بین اونها درباره کارها و همچنین کلام خدا باشه. درباره موضوعاتی چون تعالیم و عوامر و همینطور دستورات و افکار و مقاصدش و این اتفاق بسیار العاده و بینظیره هارون تمام چیزهایی را که خداوند به موسی فرموده بود برای آنها تعریف کرد سپس موسا نشانه ای در مقابل قوم ظاهر ساخت آنها ایمان آوردند و چون شنیدند که خداوند به آنها توجه نموده و از درد و رنجشان آگاه است همگی تعظیم کرده خدا را سجده و پرستش کردند متوجه چیزی شدن و پرستش کردند چه چیزی ایمانداران رو هدایت میکنه به پرستش و جلال دادن خدا؟ زمانی این اتفاق میافته که ما از افکار خدا آگاه باشیم. خدا فقط قصد نداره که ما رو نجات بده بلکه او ما رو نجات داده و این موضوع ما رو به پرستش وامی داره. اما چیزی که ما در این آیه میبینیم یه تصویر زیبا یه تدویری و نباوتیه که میخوام بهش اشاره کنم. وقتی موسی برای اولین بار به سوی قوم رفت قبولش نکردن. اما ما متوجه این موضوع میشیم که در فاصله بین این دو او با یک زن غیر یهودی ازدواج کرد و سپس دوباره به پیش اونا برگشت و دفعه دوم قبولش کردن و همه ی اینا تصویری بهمون میده که خیلی فوق العاده است اینکه عیسی مسیح به سوی قوم خودش اومد اما قبولش نکردن سپس با عروسی از غیر یهودیان ازدواج کرد که منظور کلیساست بعد از ربود شدن کلیسا خداوند دوباره به این اومد برمیگرده و مورد پذیرش و پرستش قرار میگیره همونطور که در نبوت کتاب مقدس میخونیم ممنونم برادر به پایان این قسمت رسیدیم و با مهمانان درس امروز امروز از این قسمت چه چیزی آموختیم؟ موسا مار رو از دومش گرفت اما کسی که سر مار رو میکوبه از نسل زنه. ما از این موضوع یاد میگیریم که خدا به شیطان اجازه میده برای لحظه کار کنه اما اقتدار خدا برتر از قدرت شیطانه و کارش رو باطل میکنه یک مشکل خارجی وجود داره که همون ابلیس یا مار قدیمیه و البته یه مشکل داخلی هم وجود داره که طبیعت و قلب گناهالو دماس که خداوند بر روی صلیب ما را از هر دوی اونها نجات داده. هارون و موسا در ملاقاتشون درباره کلام خدا صحبت کردند. ما هم باید درباره کار خدا در بیابان زندگیمون صحبت کنیم. برکت خدا با شما عزیزان. برادر یوسف سپاسگزارند با شما. بینندگان گرامی، ما در نشانه اول دیدیم وقتی عصا انداخته شد تبدیل به یک مار شد. آدم قدرت و اختیارش از دست داده بود و حرف شیطان در اون زمان غالب شد. انسان قادر نبود که این قدرت و اختیار رو دوباره به دست بیاره تا اینکه مسیح اومد، ذریه زن که سر مار رو کوبید. همچنین درمان ناپاکی قلب انسان فقط از طریق کفاره مسیح و کار مسیح به دست اومد مسیح از طریق کارش بر روی صلیب قادره که هر گناهی و با خونش پاک کنه کلام خدا میگه بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت هر گونه احساس ناپاکی درونی به خاطر سقوط آدم و میراث آدمه اما پاکسازی حقیقی از طریق ایمان قلبی به شخص مسیح صورت میگیره ممنونیم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت